امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت در همین ارتباط همراه ما هستند. خوش آمدین آقای معماریان. ارزیابی شما از صحبت‌های مطرح شده در روز اول این همایش چه بوده؟ به نظرم صحبت‌های بسیار مهمی هستش، از این جهت که ببینید در طی ماه‌های گذشته، در طی دو سه ماه گذشته، جمهوری اسلامی تلاش کرده که بگه که با سرکوبی که در 4-5 ماه از اعتراضات می‌گذشت، با این سرکوب در واقع صدای مردم رو خاموش کرده، صدای اعتراضات خاموش شده. و وقتی چنین نشستی برگزار میشه که در اون گروه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حضور دارن، نشون میده که به هر حال اون جریان اعتراضی که در شهریور ماه شروع شد، که یه قسمتش در واقع برمیگشت به این که بگه که جمهوری اسلامی باید برود و به رسمیت نشناختن جمهوری اسلامی بود و فاقد مشروعیت دونستن جمهوری اسلامی بود، اون جریان همچنان ادامه داره و نه تنها در خارج از کشور، در واقع فعالان سیاسی، کسانی که برها سابقه مبارزات سیاسی داشتن و برها در طی سال گذشته همواره بحث رو جلو می بردن، بلکه در داخل کشور هم رسوخ کرده به بخش‌های مختلف جامعه و افراد در حوزه‌های مختلف پیوستن به این بحث، به این گفتگو پیوستن که اساساً اون چیزی که در داخل کشور داره اتفاق میفته فراتر از یک اعتراض موقتی و در خصوص یک موضوع خاص است، بلکه مرتبط میشه، کمان که در این نشست بسیاری از سخنرانانش اشاره کردن، این برمیگرده به اینکه حکومت جمهوری اسلامی با یک مشکل ساختاری مواجه است، با یک مسائل ساختاری مواجه است و با توجه به شکل سیاسی که داره، با توجه به ترکیب چینش نهادی که داره، اساساً ادامه حیاتش برای مردم قابل تحمل نیست. و این چیزی هستش که به هر حال بسیاری از کسانی که در این نشست شرکت کردن در طی سال گذشته این بحث رو مطرح نمی‌کردن و به هر حال مسیرهای دیگری رو برای تغییر پیشنهاد می‌کردن که الان می‌بینیم که مثلا به هر حال این تغییر اتفاق افتاده و بسیاری از این افراد از جمله آقای هاشم آقاجری و بسیاری از دیگر افرادی که در این نشست به صحبت کردن این بحث رو مطرح می‌کردن که به هر حال جمهوری اسلامی با توجه به ساختاری که داره امکان تغییر درش وجود نداره. بنابراین این به نظر من نقطه عطفش هست که نشون دهنده این هستش که به هر حال اعتراضات به اشکال مختلفی ادامه داره. بحث در خصوص این که باید از چجوری بعد از جمهوری اسلامی گذر کرد و وظیفه نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی چی هست برای این گذار چی هستش، بنابراین از نظر کلی بخوایم به مسئله نگاه کنیم، صرف نظر از این که هر کدوم از این سخنرانا چی گفت، میشه گفتش که این حرکت در ادامه مجموعه همه حرکت هایی هست که در طی ماه‌های گذشته به اشکال مختلف در شهرهای مختلف توسط افراد مختلف این بحث‌ها ادامه کرده و الان میبینیم که به هر حال سرایت کرده به داخل و به هر حال افراد بسیاری از داخل کشور صحبت کردن و این به نظر من مهم هست. دومین مسئله این هستش به هر حال حضور افرادی که به هر حال یک نمایندگی دارن و یک بخشی از جامعه ایرانی اونها رو مورد احترام، یعنی براشون احترام قائل هست و دنبال میکنه فعالیتشون، تفکرشون دنبال میکنه، پیوستن اینها به این جریان اعتراضی که به هر حال در طی ماه گذشته وجود داشته، یعنی هم پیوستنش و هم استمرار در انتقاد کردن از وضعیت موجود، خود اینم مسئله مهمی است. این پیامی که به جمهوری اسلامی میدین هستش که به هر حال اون چیزی که فکر میکنه با سرکوب در خیابان‌ها متوقف کرده در واقع متوقف شدنی نیست، چون اون دلایلی که باعث شد مردم به خیابون‌ها بیان، اون دلایل همچنان به قوت خودش باقی هست، اون اشکالات همچنان به قوت خودش باقی هست. پاسخ حکومت به هیچ عنوان نتونسته که هیچ کدوم از این صداها خاموش بکنه و الان میبینیم که به صورت بسیار صریح و بدون هیچ لکنت زبانی فعالان داخل کشور دارن این مسئله مطرح میکنن در کنار فعالان خارج از کشور و در کنار بسیاری از کسانی که در این نشست مجازی حضور نداشتن ولی همچنان دارن صداشون میرسونن. نکته جالب این که این همایش این هستش که مثلا کسی مثل کیوان صمیمی که از روزنامه‌نگار بسیار برجسته در داخل کشور، که از مبارزان سیاسی بعد از این در طی سال گذشته واقعا یعنی همش یا در زندان بوده یا خارج از زندان و در هر دو حالت به هر حال صداشو رسونده، یک روز قبل از این نشست بازداشت میشه و به هر حال پیامش در این نشست خود نمیشه. ولی علارغم در واقع نکته این هستش که در علارغم همه هزینه هایی که بسیاری از این افراد در داخل کشور متحمل میشن، صحبت کردن در خصوص گذار
آینده سیاسی کشور دوران پس از جمهوری اسلامی برای افراد بسیاری در واقع یک ضرورت شده علارغم هزینه‌هایی که وجود داره. برای زمان اینم این نکته مهمی هستش که نشون میده که برای حکومت یک پیام خیلی جدی صادر میکنه که به هر حال تمام تلاشایی که کرده در طی ماهای گذشته که بخواد که سرکوب بکنه، بخواد که این صدا رو خاموش بکنه، فکر کنه که مثلا میتونه عادی بکنه شرایط رو، این شرایط به هیچ عنوان عادی نیست و در سطوح مختلف جامعه، در سطوح مختلف جنبش‌های اجتماعی که وجود داره در داخل کشور، در خارج کشور، در سطح رسانه‌ها، در حوزه‌های مختلف این بحث به صورت جدی ادامه داره و در واقع خاموش شدنی نیست. بنابراین از این جهت میتونم بگم که این روز نخست این نشست حاوی چنین پیام‌های مهمی بودش و بحثی هم که مطرح شد نشون دهنده این بودش که اراده افراد راسخ‌تر هست، فهمشون نسبت به تحولی که در طی ماه‌های گذشته اتفاق افتاده فهمشون عمیق‌تر هست و هماهنگی و نزدیکی بیشتری بین بسیاری از تفکرات خارج از کشور و داخل کشور دیده میشه، برخلاف اون چیزی که ممکن بود که در طی ماه‌های گذشته کمتر دیده بشه. نشون میده الان این بحثایی که مطرح شده در داخل از افراد داخل کشور نشون میده که نزدیکی فکری بسیاری در خصوص روش‌ها، در خصوص اراده‌ای که برای تغییر وجود داره در واقع شکل گرفته در طی ماه‌های گذشته.